سخن امروز درباره کار شگرفی است که پژوهشگران فضایی ژاپن انجام دادند. دو سال پیش در گفتاری خبر دادم که آژانس فضایی ژاپن فضاناوی را پس از سفری 3 سال و 6 ماهه به سیارکی رساند و کاوشگرهایی را به روی آن سیارک فرود آورد. سیارک برابر فارسی استروید در زبان انگلیسی است. در آن برنامه گفتم که اگر همه چیز خوب پیش برود، قرار است این فضاناو که هایابوسو نام دارد مقداری از گرد و غبار رویه آن سیارک را با خود به کره زمین بیاورد که دستاورد بسیار مهم می خواهد بود. امروز می خواهم به شما خبر دهم که همه چیز به خوبی پیش رفت و فضاناو ژاپنی توانست از سطح سیارک نمونه برداری کند و با خود به کره زمین آورد. سفر بازگشت در حدود 1 سال به درازا کشید و بسته بسیار ارزشمند در بردارنده نمونه مواد رویه سیارک در گاهداد تاریخ 6 دسامبر گذشته 2020 با چتر در کویر وومرا در استرالیا فرود آمد. سیارک ها به ویژه برخی از گونه های آنها کهن‌ترین براخت ها ابژه های راژمان خورشیدی هستند. مطالعه آنها به ما امکان می دهد به چگونگی پدید آمدن راژمان خورشیدی و سیاره های آن بهتر پی ببریم. پیش از آن که به پروژه فضایی ژاپن و هدفهای آن بپردازم، بهتر است نخست کمی درباره سیارک ها توضیح دهم. راژمان یا منظومه خورشیدی دیسیده یا تشکیل شده از 1 ستاره که خورشید است و 8 سیاره که به گرد خورشید در گردشند. افزون بر این 8 سیاره میلیاردها براخت یا ابژه دیگر دور خورشید می‌گردند. این براخت‌ها اندازه‌های گوناگون دارند، از ذره‌های غبار گرفته تا جسم‌هایی به قطر صدها کیلومتر. براخت‌های کوچکتر از کوچکترین سیاره‌ها سیاره کوتوله نامیده می‌شوند که معروف‌ترین آنها پلوتون است. پلوتون تا سال 2006 سیاره به شمار می‌رفت، ولی در آن سال مقام سیارگی خود را از دست داد، زیرا اخترشناسان بنابر پژوهش‌های تازه تعریف پرسون‌تر دقیق‌تری برای سیاره به دست دادند. سیارک‌ها که براخت‌هایند کوچکتر از سیاره‌های کوتوله می‌توانند شکل‌ها و اندازه‌های گوناگون داشته باشند. بیشتر آنها کروی نیستند و چنان که در این تصویرها می‌بینید، بسیاری از آنها مانند سیب زمینی کشیدند. شعاع بزرگترین آنها که وستا نام دارد 525 کیلومتر است. تا سال 2006 بزرگترین سیارک کرس یا سرس بود به شعاع میانگین 950 کیلومتر. ولی همکنون سرس سیاره کوتوله به شمار می رود، نه سیارک. در این تصویر اندازه سرس را در مقایسه با مانگ، کره ماه و زمین می‌بینید. در فاصله میان مدارهای بهرام و هرمز یا مریخ و مشتری میلیاردها سیارک به گرد خورشید در گردشند. این ناحیه کمربند سیارک‌ها یا کمربند اصلی نام دارد. پهنای آن کم نیست، به اندازه فاصله زمین تا خورشید است، یعنی 150 میلیون کیلومتر. در آنجا بیش از 200 سیارک هر یک قطری بیش از 100 کیلومتر دارد و در حدود 1 میلیون از سیارک های آن هر یک به بزرگی 1 کیلومتر است. کمربند سیاره دیگری فراتر از سیاره نپتون هست که کمربند کویپر نام دارد، به نام اخترشناسی جان را کشف کرد. در گذشته میپنداشتند که سیارک های میان مدارهای بهرام و هرمز بازمانده سیاره ای است که منفجر شده. این انگاره فرضیه همکنون به چند دلیل دیگر اعتبار ندارد. امروزه میدانیم که کمربند سیارک ها چگونه پدید آمده. در آغاز دیسکی
گرده ای از غبار و گاز پیرامون خورشید نوزاد را گرفته بود. بخشهایی از این دیسک چگالتر شدند و بر اثر نیروی گرانشی خود مقدار بیشتری از ماده دیسک را به سوی خود کشیدند. رفته رفته بزرگتر و بزرگتر شدند و سرانجام به صورت سیاره در آمدند. اما موادی که در ناحیه کمربند سیارک ها جای داشتند نتوانستند با هم گرد آیند، بزرگتر و بزرگتر شوند و به سیاره ترادیسیده شوند. عاملی که آنها را از این کار باز داشته نیروی گرانشی یا جاذبه هرمز مشتری بوده. هرمز در جای کنونیش پدید نیامده. در آغاز بسیار دورتر به خورشید جای داشته. به سبب پدیده های مدارش را تغییر داده و به سوی خورشید جابجا شده و به مدار کنونیش رسیده. بر اثر این پدیده هرمز بسیاری از ماده ای را که در همسایگیش بوده به سوی خود کشیده و مانع از گرد آمدن و تبدیلش به سیاره شده. در ضمن مقدار زیادی از این ماده به بیرون از مدارهای هرمز و بهرام پرتاب شده است. در واقع سیارک ها بازمانده آغاز دیسش یا فرماسیون راجمان خورشیدی هستند. بنابراین مطالعه ویژگی های آنها می تواند به ما اطلاعات مهمی دهد درباره اوضاع و احوال فیزیکی آن زمان و چگونگی دیسش فرماسیون راجمان خورشیدی. سیارکی که ژاپنی ها فضاناو خود را به آن فرستادند ریوگو نام دارد. کمی درباره آن بگویم. قطران در حدود 1 کیلومتر است. ترکیب های شیمیایی کربن در آن بسیارند. وزنش 450 میلیون تن است. هر 474 روز زمینی یعنی هر 1 سال و 3 ماه یک بار به گرد خورشید می‌گردد. مدارش بیضی کشیده است و هر سال 2 بار مدار کره زمین را قطع می‌کند. بنابراین سیارک خطرناکی است و اگر روزی با کره زمین برخورد کند می‌تواند ویرانی‌های بسیار به بار آورد. سرعت مداریش 4 کیلومتر در ثانیه است، یعنی در هر 50 دقیقه مسافتی به اندازه قطر کره زمین را در می‌نوردد. 2 کلمه هم درباره نام این سیارک. در آغاز نام خاص نداشت، با شماره‌ای شناخته می‌شد. پس از آنکه ژاپن تصمیم گرفت این پروژه را اجرا کند، اتحادیه جهانی اخترشناسی نام خاص ریوگو را به آن داد که نام ماهیگیری است در افسانه های ژاپنی. آژانس فضایی ژاپن در 3 دسامبر سال 2014 فضاناو هایابوسو 2 را که دومین فضاناو از این نوع بود به سوی سیارک ریوگو پرتاب کرد. هایابوسو در ژاپنی به معنای شاهین است. سفر به سیارک ریوگو 3 سال و 6 ماه طول کشید و فضاناو در 27 ژوئن سال 2018 به مقصد رسید. در فاصله 20 کیلومتری سیارک جای گرفت و آغاز به نقشه برداری از سطح آن کرد. روشن‌تر گفته باشم، فضاناو به گرد سیارک نمی‌گشت. به کمک موتور ایونی خود سرعتش را چنان تنظیم کرده بود که همیشه در یک نقطه نسبت به سیارک ایستاده بود. یعنی سیارک و فضاناو با یک سرعت به گرد خورشید در گردش بودند. فضاناو از 16 ژوئیه 2018 شروع به نزدیک شدن به سیارک کرد و در 21 و 22 سپتامبر از فاصله 51 متری 2 کاوشگر به روی آن رها کرد. این کاوشگرها چرخ نداشتند ولی می توانستند با جهش های 15 متری از جایی به جای دیگر بروند. با دستگاه های خود اندازه‌گیری های گوناگون کردند و به فضاناو فرستادند. فضاناو در 3 اکتبر 2018 یک دستگاه دیگر به روی سیارک انداخت. این دستگاه که مسکوت نام دارد، ساخته مشترک مرکز ملی مطالعات فضایی فرانسه و همتای آلمانی آن است. مسکوت به اندازه جعبه کفش بود و 10 کیلوگرم بیشتر وزن نداشت. با این حال 3 دستگاه اندازه‌گیری پیشرفته داشت که اندازه‌گیری‌های گوناگون می‌کردند.
یکی از کارهای مسکوت یافتن جایی بود که از آنجا نمونه بردارن، نمونه هایی برای آوردن به کره زمین. دوبار نمونه برداری شد، نخست در 22 فوریه 2019. فضاناو به سطح سیارک بسیار نزدیک شد. گلوله‌ای با سرعت 300 متر در ثانیه به سوی سطح شلیک کرد که باعث رها شدن گرد و غبار گردید. آنگاه فضاناو پایین‌تر آمد و وقتی که وسیله مخروط شکل پایین آن با سطح تماس گرفت، گرد و غبار را به خود کشید و در محفظه‌ای جای داد. نمونه برداری دوم در تاریخ 5 آفریل 2019 انجام گرفت. این بار نمونه های ژرف‌تر زیر سطح سیارک برداشته شدند. فضاناو از فاصله 500 متری دستگاهی را که دارای ماده منفجره بود رها کرد. وقتی که دستگاه به نزدیکی سطح رسید، منفجر شد و گلوله 2 کیلوگرمی را با سرعت 2 کیلومتر در ثانیه به سوی سطح شلیک کرد. بر اثر برخورد آن با سیارک، گودالی به قطر چند متر در سطح پدید آمد. فضاناو پس از رها کردن دستگاه به مدار بازگشته بود. در تاریخ 11 ژوئیه 2019 پایین آمد و مواد ژرفای گودال را نمونه برداری کرد. نمونه ها در محفظه دیگری جای گرفتند. ولی آیا عملیات نمونه برداری با موفقیت انجام شدند؟ برای دانستن آن میباید صبر میکردیم تا فضاناو به کره زمین بازگردد. فضاناو در نوامبر سال 2019 به کار خود پایان داد و راه بازگشت به کره زمین را در پیش گرفت. سرانجام در دسامبر 2020، یعنی 6 سال پس از ترک کره زمین و پیمودن مسافتی به طول 5 میلیارد و 300 میلیون کیلومتر به مدار زمین بازگشت. سپس در 6 دسامبر کپسول 16 کیلوگرمی در بردارنده نمونه ها را در جو کره زمین به سوی کویر وومرا در استرالیا انداخت. کپسول به خوبی به زمین نشست. وقتی نخستین محفظه دارنده نمونه ها را باز کردند، دیدند که نه تنها کار گردآوری نمونه ها به خوبی انجام شده، با سورپریز شادی بخشی هم روبرو شدند. افزون بر گرد و غبار، دانه های درشتر میلیمتر سیاه رنگی هم وجود داشتند. پیشبینی می شد که وزن گرد و غبار به دست آمده در محفظه نخست در حدود 100 میلیگرم باشد، ولی بسیار بیشتر است. در مرحله نخست ویژگی های کلی نمونه های دو محفظه را مطالعه می کنند و سپس دانه های غبار را یک به یک می پژوهند از حیث ترکیب شیمیایی و شکنندگی. مطالعه شکنندگی ویژگی های مکانیکی رویه سیارک را به دست خواهد داد. دستاورد ها را با نتیجه هایی که از شخانه های سنگ های آسمانی کربنداری که به کره زمین افتادند مقایسه خواهند کرد. آنالیز این غبارها بخشی از تاریخ راجمان خورشیدی را برای ما بازگو خواهد کرد. وارد جزئیات نمی‌شوم چون وقت نیست. بخشی از نمونه‌ها برای مطالعه گروه‌های گوناگون اخترفیزیکدانان اروپایی و آمریکایی فرستاده خواهد شد. 70% نمونه‌ها را برای مطالعه نسل‌های آینده حفظ خواهند کرد. وقت ما به پایان رسید. آنالیز گرد و غباری که فضاناو هایاباسو از سیارک ریوگا آورده، ده‌ها سال بسیاری آزمایشگاه‌های اخترفیزیک جهان را به خود مشغول خواهد کرد و از دایش‌های اطلاعات بسیار مهمی درباره چگونگی پدید آمدن راجمان خورشیدی و شاید زیست در کره زمین به ما خواهد داد.